رشحه پنجم در بیان حج و آن دو نوع است، یکی قصد کوی دوست و آن حج عوام است و یکی میل روی دوست و آن حج خاص انام است. و چنانچه در ظاهر کعبه ایست قبله خلق و آن از آب و گل است، در باطن نیز کعبه ایست منظور نظر حق و آن دل صاحب دل است. اگر کعبه گل محل طواف خلائق است، کعبه دل مطاف الطاف خالق است. آن مقصد زوار است و این مهبط انوار، آنجا خانه است و اینجا خداوند خانه. آن مقصد چنانچه حضرت مولوی فرماید: ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. صد بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این راه بدین خانه درآیید. خب تقریبا روشن است که چیز می‌فرماید که حج بر دو نوع است، یکی حج عوام و حج خواص. حج عوام آن است که گرد کعبه گلی بگردند و گرد کعبه‌ای که ابراهیم خلیل علیه السلام ساخت بگردند، و حج دل است که حج صاحب دل است که دل رو طواف می‌کنند و به دنبال دل عاشق و دلی که حقیقت ربانی در او تجلی کرده است هست. از این جهت میگوید یکی قصد کوی دوست و آن حج عوام است. خب عوام مردم بسیار همکار شایسته ای میکنند، عموم مردم، که به واسطه اینکه حج بر انسانها واجب شده است و واجب است از نظر شرعی که هر کس که مستطیع باشد، استطاعت مالی داشته باشد، میبایست که در عمر خود حداقل یک بار به حج تمتع مشرف شود و این جزء فروع دین است. و البته کسی که مستطیع باشد، یعنی استطاعت مالی برای گذران امور یک سال خود و خانواده خود رو داشته باشد و به این حج اقدام نکند، البته معصیتکار است و مورد تأیید شرع مقدس نیست و اعمالی دارد، اعمال خاصی دارد که از یک جای احرام می‌بندند، بعد می‌روند طواف‌های رمی جمره و قربانی و حلق و همه اینها جزء مبانی خاصی است که در سفر حج وجود دارد. و حج عوام عبارت است از آن است. و وقتی که کسی از حج برگشت به او میگویند حاجی، یعنی کسی که به حج مشرف شده است. اما حج دیگر است که حج خود حضرت دوست است و حجی است که انسانها میبایست در درون خود طوافی داشته باشند. و البته این برای خواص است و عوام از این حج بی بهره اند. یکی میل روی دوست و آن حج خاص انام است. انام یعنی همه آنچه که بر روی زمین است، همه انسانها رو انام میگویند. و میل روی دوست که اینها میگویند به دوست توجه کنید، به خداوند توجه کنید و حج رو نسبت به او برآورید. و چنانچه در ظاهر کعبه ایست، در ظاهر کعبه ای وجود دارد قبله خلق و آن از آب و گل است. آن کعبه ای که همه میشناسیم و بسیار هم مقدس است برای ما و رو به آن همیشه میستیم و قبله ما آنجاست، آن از آب و گل است. خب گلین هست، مستحضرید که حالا نسبت به ساختش مباحثی بوده است. میگویند از زمان حضرت
آدم علیه السلام این بوده است و اولین بنای اون رو حضرت آدم علیه السلام نهاده است و طبق آنچه که از قرآن به دست می آید این است که در آیه مشهور هست که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وقتی که قرآن میگوید وقتی اینها قواعد بیت رو بالا می بردند. حال بعضی گفتند چون میگوید قواعد بیت رو بالا می بردند قبل از آن، قبل از حضرت ابراهیم این بوده است. بعضی هم میگویند نه، منظور از این که ارتفاع قواعد یعنی قاعده ها دیوارهای بیت است، دیوارهای خانه کعبه، آن شرایط خاص خودش رو دارد. این دیوارها اول دیوارهای 3x3 و به طول 3 متر بوده و کعب همان مکعب است که 3x3 بوده است و با مصالح خاصی که در آن زمان ایجاد شده بود ایجاد شده است. نسبت به مختصاتی که آن خانه دارد بحث های خیلی فراوانی داشتند. این خانه چندین بار خراب شده است و تا زمانی که وقتی که جریان حضرت ابراهیم پیش آمد، اگر از آن زمان این رو بدانیم، کم کم قبیله جرهم که قبیله های خاصی بودند و وقتی که ساره اسماعیل رو برد و در آنجا بین سعی بین صفا و مروه که مشهور است و همه میدانیم اتفاق افتاد، بچه رو زمین گذاشت و بچه که صدا میکرد و گریه میکرد و آب میخواست از دور یک سرابی دید، او با هروله خودش رو رساند به آنجا، دید آب نیست، بعد برگشت دید که بچه داره گریه میکنه و برگشت و 7 بار این شوت و این رفت آمد اتفاق افتاد که 2 کوه بودن، صفا و مروه، که بین این دو میرفتن و میامدن و اکنون هم به صورت نمادین همین حرکت توسط حجاج انجام میشود و وقتی آمد دید که زیر پای کودک نمست، او رو آنجا رو در حقیقت حفظ کرد و همان چاه زمزم بود که به وجود آمد، در آنجا ماندن تا اینکه از قبیله جرهمیان از اونجا رد می شدن، در آنجا آبادی ندیده بودند، دیدن که یک آبی هست، آبادی هست، آمدن و آنجا سکنا گزیدن و ساکنان اولیه مکه در حقیقت همانجا به وجود آمدند. یک حالت کوچمانندی داشتن، کم کم آنجا از اون زمان تبدیل به شهر شد و شهر مکه در آنجا به وجود آمد، تا اینکه کاروانیان می آمدند و اونجا چون در آن دوروبر هیچ جای آبادی و واحی نبود، از این جهت اونجا مرکزیت پیدا کرد تا زمانی که دیگر خود این سقایت حاج و دیگران که همان حج بوده است، حج ابراهیمی که میگن همینه، قبل از اسلام این حج بوده است و حضرت ابراهیم که بر دین حنیف بود او را آموخته بود و دیگران هم حج میکردن، منتها شرایط خاصی داشت، تا اینکه جد 5 پیامبر که آنجا بود قصی بن کلاب، این آمد در آنجا و آنجا طبق اونی که تاریخ نگاران میگویند آنجا آمد و سه سمت داشت، رفادت و سقایت و اینکه مهمان نگه می‌داشتند، آب می‌دادند و یکی هم غذا می‌دادند. اینها خود و پرده‌داری و کلیدداری کعبه هم بوده است. این رو مشهور است که قصی بن کلاب آمد و از یک فرد این رو گرفت، از کسانی که از قحطانی بودن، از قحطانیان، در دست قحطانیان بود، اینها که عدنانی بودن او رو گرفتن از اون. و جالب است در کتاب‌های تاریخ اسلام میگوین که او رو به یک مشک شراب و یک شتر بریان فروخت و قصی بن کلاب پرده‌داری کعبه رو در دست گرفت و بعد از آن این نسل به نسل می آمد تا رسید به حضرت عبدالمطلب علیه السلام و بعد از آن
این شرایط مهیا شد. همین شرایط مهیا می شود تا اینکه وقتی که اسلام می خواهد ظهور کند، این یک مبنای خاصی باشد برای حضور پیامبر و خاندان آن حضرت، که در این مدت چند بار این کعبه ویران شده است. قبل از اینکه پیغمبر بیاید باز هم چند بار ویران شد. حجر الاسودی که هست یک سنگ آذرین بود که از آسمان آمده بود و شهاب سنگ بود، اون رو برداشتن و گذاشتن اونجا و به عنوان یک نماد از او بهره بردن. چندین بار سیل‌های خاصی که در مکه می آمده این کعبه رو با خود برده است و تقریبا می توان گفت آخرین باری که بوده است و کعبه رو دوباره ساختن 500-600 سال قبل بوده است و قبل از آن چندین بار این تخریب شده به واسطه سیلاب‌هایی که می آمده است. و یکی هم حتما خاطر هم هست که وقتی پیغمبر جوانی بودند باز هم سیل برده بود و پیغمبر رفت و حجر الاسود رو که سیل آب برده بود چند کیلومتر آن طرف تر، و برای اینکه نزاعی که بین قبایل بود در سنین کودکی، در سنین نوجوانی و جوانی، پیامبر گفت که عبای خود رو گشود و سران قبیله و حجر الاسود رو بر اون گذاشت و سران قبایل رو گفت که هر کدوم دورش رو بگیرن و بردن و نهایتا در جای خود نصب کردن. و مشهور است که پیغمبر در اون زمان به هر حال مانع جنگ و خونریزی شد که ممکن بود پیش بیاد. مسائل بسیاری وجود دارد که این مصالحی که هست مصالح عوض شده و اکنون به وسیله سنگ‌های بزرگی که از اطراف اکناف آورده اند او رو ساخته اند و تقریبا 9 در 9 متر هست و شرایط خاصی دارد که دیگه الان همه میدانیم. چند بار به آتش کشیده اند خانه کعبه رو، چند بار سیل برده، چند بار اتفاقات فراوانی افتاده، اما باز هم همچنان به عنوان اصیل‌ترین نماد مذهبی جهانی هنوز هم جای خود باقی هست. منظور از کعبه هم همون مکعب بودن و شکلش است. حال اینکه شعار سیاه را هم انتخاب کردم برش، قبلا شعارش سیاه نبوده، سبز بوده است، بعدها شعار این چیزی که بر پارچه‌ای که بر روی او می‌کشند رو سیاه انتخاب کردند. و اکنون هم خب روال خاصی وجود دارد که مورد احترام همه مسلمانان جهان هست. این کعبه آب و گل است، این کعبه‌ای که مد نظر بوده و به تاریخچه آن بسیار اشاره مختصری کردم. در باطن نیز کعبه ایست منظور نظر حق و آن دل صاحب دل است. خب در درون انسان هم یک کعبه ای وجود دارد، آن کعبه دل است و آن کعبه گل است. آن را ابراهیم ساخته است، این را خدای ابراهیم ساخته است. بنابراین این ارزشش و اهمیتش بالاتر و والاتر است، چرا که القلب و عرش الله، قلب خداوند عرش خدا، قلب انسان مؤمن عرش الهی است. اما شما میدانید که نسبت به خود خانه کعبه چون این تعبیراتی وجود ندارد. عرش بالای همه این هاست و تنزل که میکند به لوح و قلم و بیت المعمور و پایین تر از اون تازه به کعبه زمین میرسد، در حالی که دل بنابه تعابیری که عرفا دارن و بنابه روایت هایی که هست دل عرش الهی است، چرا که خداوند بیشترین تجلی رو در دل مؤمن و در دل عاشق دارد. در باطن نیز کعبه ایست منظور نظر حق. اینجا این کعبه که هست منظور نظر خلقه، یعنی مردم به دنبال آن هستند، اما این کعبه دل منظور نظر حضرت حق هست و آن دل صاحب دل است، کسی که صاحب دل باشد. صاحب دل، صاحب یعنی به معنای دارا نیست، میدونید که صاحب یعنی همنشین، صاحب دل یعنی کسی که همنشین است، مصاحب همان هست دیگه. صاحب به معنای همنشین است. صحابه که میگوین، اصحاب که میگوین،
به معنای همنشینان با پیغمبر است، نه کسی که صاحب است و مالک است. اینجا صاحب به عنوان مالکیت نیست، صاحب یعنی همنشین، صاحب دل یعنی همنشین دل است، همیشه با دل خود همنشین است، دل خود را همیشه دارد و با دل خود یک روزگاری رو میگذراند، هیچ وقت بی دل نیست و هیچ وقت از دل خود و از درون خود فارغ نمی شود. اگر کعبه گل محل طواف خلایق است، کعبه دل مطاف الطاف خالق است. بسیار زیبا گفته. مطاف یعنی محل طوف، محل گردشی و طیران و سیران انسان ها و مرغ حقیقت است. آن مقصد زوار است و این محبت انوار. آن مقصد، آن کعبه مقصد زوار است، آنهایی که زیارت می کنند به زیارت نائل می شوند، و این محبت انوار. این قلب اما محل هبوط و محل فرود آمدن انوار الوهیت است. آنجا خانه است و اینجا خداوند خانه. آنجا خانه است که خدا یک بار هم در او نرفته است، و اینجا خانه است که خدا همیشه در آنجا هست. چه کسی میتواند بگوید خدا یک بار در درون خانه کعبه رفته است؟ خب خدا که مکان ندارد، خدا که جایی ندارد، ما نمیتوانیم برای خداوند جایی رو تصور بکنیم که خداوند در آنجا باشد. بنابراین میتوان گفت که خدا هیچ وقت در داخل آن خانه نرفته است. اما وقتی که دل ذاکر الالله ذکر حق رو بر زبان می آورد، هر لحظه خداوند حاضر است در دل این انسان. چنانچه حضرت مولوی فرمود: ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید. صد بار از آن راه بدان خانه برفتید، صدها بار رفتید به سمت کعبه و با وسایل مختلف رفتید، یک بار از این راه بدین خانه درآیید. راه به شما نشان میدهد. مولانا مثنوی راه نشان میدهد که چگونه به کعبه دل ورود کنیم، چگونه احرام ببندیم برای ورود به کعبه دل، چگونه در آنجا قربانی کنیم، چگونه طواف کنیم. همه اینها رو این بزرگان و عرفا به ما نشان میدهند. ای درویش، حج خانه خلیل آسان است. خب اکنون که بسیار آسان تر شده است، مسائل و وسائلی که اکنون هست، تلهای خوبی که دارد و با موارد دارد، اصلا بارتر بود. حال ایشان میگوید که حج خانه خلیل همین حجم آسان است، اما حج حرم جلیل، حرمی که بسیار با جلالت و عظمت است، کار شیرمردانه است. کار هر کسی نیست که بتواند حج دل رو به جا بیاورد. حج گل رو همه بلدند و همه انجام میدهند، چنانچه میبینیم که غالب انسان ها می توانند، غالب عوام می توانند به این سو بروند، اما عوام رو به حج دل راهی نیست. عوام دیگر اینجا نمی توانند به حج دل برسند. ولی کل عمل رجال، مشهور است که می گوید لکل عمل رجال، برای هر عملی مردانی هست. هر کسی را بهر کاری ساختن، هر کاری از هر کسی البته که بر نمی آید، و این کار شیرمردان آنهایی است که حراسی به دل راه ندهند و واقعا مردانه و با تمامی وجود و با اهتمام تام و کامل به اینجا پی ببرند. و اشار الیه المولوی قدس سره. حضرت مولوی اینجا که جایگاه او قدس باشد اشاره فرمود: حج زیارت کردن خانه بود، حج رب البیت مردانه بود. میگوید اگر بخواهی خانه را زیارت کنی این امکان دارد، ولی صاحب خانه را
هر کسی نمیتواند ملاقات کند. حج زیارت کردن خانه بود، حج رب البیت مردانه بود، صاحب بیت رو میتوانی به راحتی بیت رو طواف کنی و به سوی بیت بروی، این کاری ندارد، اما رب البیت رو ملاقات کردن بسیار امر صعبی است. کعبه را گر هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. میگه چرا این کعبه اینقدر عظیم است، چرا برای ما اینقدر مهم است؟ به خاطر اینکه اخلاصات ابراهیم، مخلصانه بودن حضرت ابراهیم باعث شد که در ساخت این گنجینه عظیم و این حرم بسیار شریف و عظیم اتفاق بیفتد. فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست. خب همه جا خاک دارن، همه جا سنگ دارن، چرا اونجا اینقدر فاضل است؟ چرا این اونجا اینقدر فضیلت دارد؟ همان مگر آب و گل نیست؟ پس چه چیزی او رو اینقدر عظیم کرده است؟ وگرنه ظاهر او بسیار ساده تر از ظاهر بسیاری از خانه هاست. خانه های بسیار مجللی داریم ما، کلیساهای بسیار بسیار مجللی در جهان داریم که برای نمونه 500 سال طول کشیده است تا هنرمندان این کلیساها را بسازند. کلیساهای بسیار عظیمی داریم، مساجد بسیار عظیمی داریم، اما هیچ کدام از اینها جای این خانه گلی 9 متر در 9 متر رو نمیگیرد. چرا چنین است؟ چرا این اتفاق افتاده است؟ فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ نیست. اون کسی که بنای او بود حضرت ابراهیم، به خاطر حرص دنیوی و هوا و هوس نبوده است، به خاطر اخلاصات بوده است. همه اخلاصات حضرت ابراهیم بود، دنبال جنگ هم نبوده است. قلعه هایی ساختند، چقدر قلعه های عظیمی ساختند، اما کعبه از همه آنها عظیم تر است. چقدر در این انسان ها قلعه ها و باروها و برج های عظیمی ساختند، چقدر ساختمان های بزرگ و عظیمی ساختند، اما هیچ کدام به پای این خانه عظیم نمی رسد. بر در این خانه گستاخی ز چیست، گر همی دانید کاندر خانه کیست. اگر می دانید که داخل این خانه کیست، اگر می دانید که این خانه خداوند است، این گستاخی ها برای چیست؟ خب می توانیم همین رو به خانه کعبه در حقیقت تعبیر کنیم، هم می توانیم به کعبه دل تعبیر کنیم. جاهلان تعظیم مسجد می کنند، در جفای اهل دل جد می کنند. جاهلان میان و به مسجد تعظیم می کنند، اما اهل دل رو بهشون ستم می کنند. میرن به سمت اون قبله نماز می گذارند، اما کعبه دل رو پاس نمی دارند و محترم نمی دارند، در حالی که اینجا بالاتر از اونجاست. روایت خیلی عجیبی هست که از پیغمبر که فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، روایت صحیحی هم هست، فرمود که المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمت مؤمن از کعبه بالاتر است. اینقدر این مهم است که این حرمت مؤمن و دل مؤمن، این همه مؤمن، هر کدام که مؤمن و مؤمن بودن بر اونها صدق بکند و مصداق ایمان باشند، همه اینها برتر از خانه کعبه هست. آن مجاز است این حقیقت، این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. میگه اون مجاز است آنجا که خدا یک بار هم در نیامده است، اما اینجا خدا همیشه حضور دارد. نیست مسجد جز درون سروران، مسجد درون سروران است، درون اولیای الهی است. آمدند در کنار کعبه به حضرت علی جفا کردند، به پیغمبر جفا کردند، به حضرت ابوعبدالله جفا کردند، در حالی که اصل این است، اصل کعبه اینها هستند، دل اولیای الهی هست، اصل کعبه درون سروران است، اما اینها رو رها کردند، درون سروران رو رها کردند
و خانه دل رو و کعبه دل رو رها کردند و از خانه گل چسبیدند. مسجدی کان در درون اولیاست، سجدگاه جمله است، آنجا خداست. یه تمام کرده قصه رو. مسجدی کان در درون اولیاست، میفرماید که در درون هر ولی الهی مسجدی است و کعبه است در درون او، همچنانچه به دیگران میبایست به آنجا باید سجده برد، به درون اولیا نیز بایست سجده برد. مسجدی کان در درون اولیاست، سجدگاه جمله است، آنجا خداست. مگر قرار نیست ما به خدا سجده کنیم؟ خب اگر میخواهی بدانی خدا بیشترین حضور رو کجا دارد، در قلب اولیای الهی است. کعبه مردان نه از آب و گل است، طالب دل شو که بیت الله دل است. اگر بیت الله الحرام میخواهی، این همان دل مؤمن است، همان بیت الله الحرام است. چرا جای دوری میروی؟ چرا به دنبال آب و گل میروی؟ چرا به دنبال سنگ و کلوخ میروی؟ بیا به کعبه دل نظری کن. صورتی کان فاضل و عالی بود، او ز بیت الله کی خالی بود. آن صورتی که فاضل است، عالی است و زیبا هست، او حتما بیت الله هست و حتما نشیمن تجلیات حضرت حق است. کعبه بنیاد خلیل آزر است، کعبه ساخته خلیل آزر است. آزر کیست؟ آزر عموی اوست. قرآن میگوید پدر او، ولی چون شیعه معتقد است که بایستی اهل سنت مشکلی با اون ندارن، در قرآن هست که آزر پدر حضرت ابراهیم است، و شیعه ولی چون مشکل دارد با اینکه چون آزر بت‌پرست بوده است گویا، چون شیعه مشکل دارد با اینکه معتقد است نباید انبیا و پدران انبیا نباید کافر باشند، پدران انبیا هم باید مؤمن باشند، از آن جهت گفتند این عموی حضرت ابراهیم بوده است و نسل رو به گونه ای تعبیر میکنند و تعویل میکنند. کعبه بنیاد خلیل آزر است، آزری که خود بت‌پرست بوده است و بت‌ها را می‌پرستد. دل نظرگاه خلیل اکبر است. بسیار زیباست. می‌گوید آن خلیل آزر است و این خلیل اکبر است. خلیل یعنی که خلیل یعنی بسیار دوست دارنده، کسی که بسیار بسیار دوست می‌دارد. و خلت چیزی است که با ما آخه دوستی هامون یک نکته هست اینجا عرض کنم، دوستی های ما به گونه ایست که وقتی ما کسی را دوست می داریم، تا زمانی کسی را دوست می داریم که او هم ما را دوست داشته باشد، اما اگر او از ما ببرد و او ما را دوست نداشته باشد، ما هم دیگر او را غالبا دوست نمی داریم. اما خلیل کسی است که در این حال که دیگران او رو دوست نمی دارد و حتی دشمنش می دارد، او رو دوست بدارد. و این صفت فقط حضرت خلیل الرحمن و خلیل اکبر است که دشمنان خود رو هم دوست می دارد. نان نظر داری ای کریمی که از خزانه غیب، گبر و ترسا وظیف خورداری. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، تو که دشمنانت رو هم دوست می‌داری، تو که خلیل خصم خود هم هستی، چگونه می‌توانی دوستان خود رو فراموش کنی؟ مگر چون این اتفاقی می‌افتد؟ حکایت بسیار زیبایی را آورده است اینجا، طواف کردن سلطان العارفین با یزید بسطامی قدس سره العزیز. با یزید بسطامی یک جنید بغدادی است، یکیست با یزید بسطامی است. با یزید بسطامی سرسلسله اهل سکر است و جنید بغدادی سرسلسله اهل سهو است و این دو روش متفاوتند در عرفان اسلامی. طواف کردن سلطان العارفین با یزید بسطامی
قدس سره العزیز گرد حرم حرمت مردی که دلش کعبه حقیقی بود، مردی که دلش کعبه حقیقی بود و جریانش رو الان میگوید که قلب المؤمن بیت الله، قلب مؤمن بیت خداوند است، خانه خداوند است، خدای جایگاه است و آن دل صاف صوفیان است. صوفیان که دلشون رو صاف میکنند و عارفانی که دل رو صافی میدارند و وقتی صاف شد آن وقت است که خدا در آنجا رو مبرا کرد و معرا کرد و از همه شوائب شست و همه زنگارها رو پاک کرد. در آن صورت عکس حضرت معشوق و حضرت محبوب در این آینه جان خواهد افتاد و او بالعیان او رو مشاهده خواهد کرد. سوی مکه شیخ امت با یزید از برای حج و عمره می دوید. با یزید داشت می رفت، با یزید از بستام بوده، از بستام اکنون هم نزدیک شاهرود هست و توصیه‌مون این هست که حتما اگر گذارتان به آنجا افتاد به مقبره عظیم حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی حتما سری بزنید و از فیوز برید. سوی اید از برای حج عمره می دوید، می رفت، دوید شروع کرده بود و حرکت می کرد از بستام، از خراسان تا می خواست بره به کعبه، به مکه. راه بسیار طولانی بود، چند هزار کیلومتری می شد. از آن جهت وقتی که می رفت چون یک سره نمیتوانست بره، روش اینها این بود، روش علمای بزرگ و عرفای بزرگ این بود که به هر شهری که در بین راه وارد میشدن در آنجا میرفتن و بزرگ صوفیه و بزرگان عرفا رو در آنجا ملاقات میکردن. همچنان که خود حضرت مولانا وقتی که با پدرش داشته میرفته و همان مسیر رو میرفته، در نیشابور از بلخ که میامدن در نیشابور به دیدار حضرت عطار شتافتند و در حضور او بوده است و مولانا آن سخن مشهور خود را در آنجا بیان کرد. وقتی که اینها داشتن می رفتند عطار گفت که در عجبم. پدر مولانا جلوتر می رفت و خود مولانا در عقب او می رفت که 12-13 ساله بوده است حضرت مولانا در آن زمان. اون سخن مشهور رو گفت که در عجبم که چگونه اقیانوسی گفت، به پدر او گفت که از او مراقبت کن، چرا که زود باشد که آتش در سوختگان عالم زند. کسی است که تمامی سوختگان عالم رو و کسانی که مستعد سوزش عشق هستند به زودی این وجود عظیم آتش بر جان آنها خواهد نهاد. و میبینید که بعد از چندین صد سال، چندین قرن، باز هم سخنان مولانا آتش در از خود تهی میکند. سوی مکه شیخ امت بایزید از برای حج و عمره میدوید. حج همان تمتع، عمره، حج عمره هست که شرایطی دارد، 14-15 تا عملش کمتر هست و البته خود شرایط خاص دارد، آن وقت معینی دارد در ذی‌حج، این وقت نامعین است و میتوان به آن مبادرت ورزید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزی را بکردی باز جست. هر شهری که میرفت میگفت من اینجا میشنوم. حال بعضی ها رو میشناخت، بعضی ها رو نمیشناخت. این از فتانت عرفا بود که عارفان رو قبلا نه اسمی از آنها شنیده بودن و نه رسمی از آنها دیده بودن. اینها فقط به صرف اینکه در محلی وارد می شدند از انفاس قدسیه این عارفان متوجه می شدند، متوجه می شدند که اینجا عارفی است، اینجا بزرگی است. و این البته ممکن است و میسور است
کسی که دل به خدا داده باشد حتما اولیای الهی رو خواهد شناخت، کسی که دل در گرو حضرت محبوب داشته باشد کسانی رو که مانند خود شیفته هستند البته خواهد شناخت. و به قول مریو رف المجرمونه به سیماهم، و این مجرمان رو همه، مجرمان راه عشق رو همه میشناسند. اصلا عاشقی پیداست از زانوی تو، اونجا که در اون قصه خاصی که میگوید، میگه این عاشقی که وجود دارد اون عاشقی از چهره شخص مشخص است. کسی اگر نداند که مجنون عاشق است، حالات او رو بداند میفهمد که این مجنون است و عاشق است. و عشق امری مصری و عاشقان یکدیگر رو بسیار عالی میشناسند. کافی است فقط یک لحظه دیداری باشد، اصلا دیداری نباشد، از کنار هم رد شوند، این میفهمد که اینجا عاشقانی گرد آمده اند. و البته این سخن باطلی نیست و بسیار مجرب است. بایزید اندر سفر جستی بسی، بسیار میجست و جستجو میکرد تا بیابد خضر وقت خود کسی. میگشت تا خضر وقت خود رو پیدا کند. هر زمانی خضری هست و خضر وقت نیست. خضر چرا اینقدر مهم است در دیدگاه عرفا؟ به خاطر مکتوم است، مستور است. خضر رو حضرت موسی هم نشناخت. موسی خود ولی الهی بود، خود پیامبر بوده است. چگونه در قصه ای که در این، چگونه نتوانست خضر رو بشناسد؟ چگونه نتوانست پیر طریقت و حقیقت گفت او را عمل نکرد؟ همه می دانیم که با هم در راهی شدند، رفتند و به جایی رسیدند، گفت که بیا و برو این کشتی رو سوراخ کن. رفت، گفت چرا سوراخ؟ نه چرا، آخه تو چیکار داری آخه این کارو میکنی؟ چرا سوراخ میکنی؟ تو چرا این کار غلط رو انجام میدهی؟ گفت خب من میگم تو برو این کارو فهمی یا نفهمی، این که من میفهمم کافی است. موسی مقاومت که گفت من این کارو نمیکنم. یعنی چه؟ تو میگویی که یک کشتی سالم لنج بوده، مثلا یک قایقی بوده، یک قایق سالم رو من بیایم و سوراخ کنم، این از عقل و از شرع هم به دوره، این ضرر رساندن به دیگران است و از آزاد شرعی هم درست نیست. گفت شما این کار رو انجام بده، انجام نداد، خود خضر رفت و اونجا رو سوراخ کرد و تهنشین شد و رفت زیر آب. بعد از یه مدتی گفت که من علم اقول لک انک لن تستطیع معی ابدا. قرآن میفرماید که گفت انک لن تستطیع معی ابدا، تو هرگز نمیتوانی، استطاعت نداری با من همراه شوی. تو با افکار خودت آمدی، افکاری که به نظر خودت خیلی درسته، با این افکاری که تصور میکنی خیلی درسته است، این راه رو نمیشود رفت. گفتند مرید در دست مراد چون مرده است در دست غسال. وقتی غسال میبرن مرده ای رو میشوید، یه دفعه مثلا سرش رو بلند میکنه بگه آقا مثلا یکم مثلا سرده یا گرمه یا سوختی، مثلا چرا اینجوری، هر جا چرخان میچرخاند، با هر نوع شست میشوید. این مرید هم چیست؟ مرید هم مرده است، مرده جسم خود است. برای اینکه زنده شود بایستی آن سه هنوت و آن سه قسط رو بر روی او انجام داد، او رو پاکیزه کرد از هستی، از علایق دنیوی، از هرچه که در اینجا هست، از هوا و هوس ها او رو باید صاف کرد و شست و در حقیقت او رو زنده کرد، جسم او رو از بین برد و روح او رو پرواز داد. و این میسر نمیشد با جز با این که سکوت مطلق داشته باشد مرید در برابر مراد و شاگرد در برابر استاد. هرچه او گفت باید بگوید چشم، و اگر چنین نگفت
البته او راه رو نخواهد رفت، نخواهد توانست که راه رو برود. منتها گفتن اولش باید خیلی احتیاط کرد که دست به چه کسی میدهی. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. این اصله. اما وقتی که دست دادی دیگر لا و الا و مگر و اگر دیگر در کار نیست. بایستی تماماً هرچه گفت او رو بالیقین اطاعت کنی. اگر چنین نکنی به جایی نمیرسی. بار دوم آمدن و از یک کسی به قول معروف نانی خواستن، نان ندادن بهشون. آمدن و گفت که این دیوار رو بیا بسازیم. موسی گفت تو اصلا عقل درست حسابی نداری. من نیست مالکیه اینجا رو عمارت کنیم بسازیم. گفت من میگویم بساز. حالا به زور و با هزار بحث و مثلا غر زدن حتما این رو ساختن. بعد به غلامی رسیدن، به پسر بچه‌ای رسیدن، گفت او رو بکش. من نفس زکیه رو بکشم؟ مگه ممکن است که من نفس زکیه رو اینجا بکشم؟ مگر ممکن است که من یک انسان نیک محترم است، هم از نظر شهر هم از نظر من او رو بکشم؟ گفت او رو بکش. به هر حال، نمیدانیم که در تاریخ نیست که کشتن یا نکشتن، کدامش کشت، حالا این قصه‌اش. بعد که گفت علم اقول لکه انک لن تستطیع معی ابدا، بهت نگفتم که تو هرگز نمیتوانی با من همراه باشی؟ گفت آن کشتی از آن چند یتیم بود که پادشاه میآمد و کشتی ها رو به خاطر جنگ از اینها میگرفت. آمدن و دیدن که آن کشتی سوراخ شده است، از این گذشتن. اینها بعدن این رو در آوردن و تعمیرش کردند و با آن ماهیگیری کردند. این دلیل دومش این بود که آن خانه ای که بود مال دو یتیم بود، چند تا یتیم بیچاره بود و اینها ما ساختیم، گنجی زیر آن پنهان بود که اینها بعداً بزرگ شدن بتوانند از آن گنج استفاده کنند. و قصه آن غلامی که بود، از آن غلام رو به خاطر آن فرزند 12-13 ساله رو که او رفته بود و سلاح برداشته بود که برود پدر و مادر خود رو بکشد. به خاطر اینکه او پدر و مادر خود رو نکشد، ما او رو کشتیم. به جای دو نفس یک نفس کشته شد. میرفت که همه رو بکشد از جان پدر و مادر خودش رو. ما دفع افسد به فاسد کردیم، دفع چیزی که به چیز دیگر، و نهایتاً چنین و چنان میشد. و قصه ها از این باب روان است. این خز از آن جهت هست، این اهمیت خضر است. و یکی هم از آن جهت است که خضر به آب حیات پی برده است و دست برده است. و خضر معتقدیم که زنده است و تمامی عرفا میگویند زنده است. و اصلا عده ای از عرفا هستند که مولایشون رو و پیرشون رو حضرت خضر میدانند و معتقدند که در راه ماندگان رو کمک میکنند. و این اصلی بوده است که همه عرفا در جاهایی که میمانده‌اند حضرت خضر به دادشان رسیده و به اونها کمک کرده است. از این جهت است که خضر وقت است و هر جایی هم خضر وقتی هست. هر زمانی از ابدال و اوتاد البته خضری هست که میبایست او را شناخت. و این خضرهای وقت مکتومند و مستورند در میان خلق. خلق اینها رو نمیشناسد. غالبا به کارهای بسیار رخیص و ابتدایی مشغولند. آدم هایی هستند غالبا افرادی که از لحاظ مالی بسیار سطح پایین هستند، زندگی بسیار سختی دارند و از اساتید ما، از اولیای الهی بعضا افرادی رو میشنیدیم ما در هنگام جوانی و نوجوانی که میرفتیم اینها رو ببینیم و اشخاصی بودند، اشخاص عظیمی بودند که اینها رو هیچ کس نمیشناخت جز اولیای الهی. وقتی که می رفتید پیش انسانهایی بسیار بزرگ که راهنمایی کنند، می گفتند شما در از کدام شهر هستید؟ اگر در شهر تبریز هستید، در فلان محله، در فلان کوچه، در فلان خانه کسی است که او استاد همه ماست، چرا شما آمده اید مثلا مشهد، قم، تهران؟ اونجا کسانی هستند. و شما وقتی می آمدی می دیدی که
هیچ کس او را نمیشناسد، حتی زن و فرزندش هم او را نمیشناسند. و وقتی در رو میزدید و خانمش میآمد میگفت تو کی هستی؟ پاشو برو، مثلا این کیه شما دارید میایید دنبالش؟ این آدم اصلا درستی نیست، این هیچیه، این همه آدم مثلا شما با اشتیاق میاد برای چی؟ برید بابا، این اصلا هیچی بلد نیست، هیچی هم نداره. اون اگه خیلی زرنگ بود میتونست زن و بچهشو مثلا خوب حمایت کنه. قصه اینه. و این خضرهای بخت همه جا مکتومن، مستورن، هیچ کس هم نمیشناسد و مأمور و موظفن که شناخته نشوند. از آن جهت هست که گفتن به اشخاص بی احترامی نکنید، به هیچ کس، به خصوص کسانی که نمیشناسید بی احترامی نکنید، اینها رو نادان تصور نکنید، شاید او یکی از اولیای الهی باشد. اولیایی تحت قبایی، خداوند فرمود که اولیای من تحت قبای من هستند، من اونها رو پنهان میکنم، من اونها رو به هر کسی نشان نمیدهم. آنهایی که اهل ظاهرن، وقتی ظاهر رو میبینن میگن خب این که همان، این همان مثلا فلان کس خودمان است، این همان مشهدی مثلا حسن خودمان است، اما نمیداند که چه دریای عظیمی، چه تود عظیمی است این انسان بزرگ. و این البته مورد غفلت همه واقع شده است و این یک اصل است. بایزیدن در سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. دید پیری با قدی همچون هلال، که در او بود فر و گفتار رجال. این فر و گفتار رجال رو افرادی مثل بایزید میشناسند، دیگران او رو آدم های معمولی میدانند. پیش او بنشست و میپرسید حال، یافتش درویش و هم صاحب عیال. خب قصه اینه که بایزید رفت، آخرش احساس کرد که کسیست و رفت یک انسانی رو پیدا کرد، یک پیری رو پیدا کرد که قدی چون هلال داشت، قدش خمیده شده بود و یک انسان افتاده بود، اما رفتار او رفتار بزرگان بود، سخن او سخن بزرگان بود. رفت پیش او و گفت که خب تو کی هستی، چه میکنی؟ گفت تو باید بایزید باشی. گفت آری، از کجا مرا شناختی؟ گفت قرار تو بیایی. و مشهور است که گفت چقدر پول داری؟ و گفت که اندکی دارم. گفت 200 دینار داری که آن را به فلان جا بسته ای، به کمر خود محکم سفت بسته ای، اون رو بده در راه درویشان. تو می روی که خانه گلی رو طواف کنی، اینجا 7 بار بر گرد من بچرخ و برگرد به خاندانت، برگرد به خانمان. که آن کعبه ای که منتظرش بودی من بودم، من درویشی هستم که این 200 دینار رو یا 200 درهم رو خرج فقرای این محل خواهم کرد و دیگر کاری نداریم. در مورد رابعه ادویه هم چنین قصه ای هست، کسی میخواست از مریدان رابعه میخواست بره، آمد گفت که یا رابعه آمدم اجازه به حج بروم، پولی که آوردی بده من. پول رو داد، گفت آمد از کاروان جدا شد و 7 بار گرد رابعه گشت، پولش رو داد و برگشت به جایی که از آنجا آمده بود. به کاروانیانی که با او بودن از اونها جدا شد. بعد که برگشت، بعد از اینکه این کاروانیان رفتند و دوباره برگشتن به شهر خودشان، وقتی به او رسیدن گفتن حاج فلان کس، چرا اصلا به ما توجه نکردی؟ گفت بابا من نرفتم، من از بین راه که داشتم میرفتم در بصره که بودم، از بصره به اون طرف نرفتم، پولهامو دادم به رابعه. گفت نه بابا، ما در طواف ها همه از جلوتر از همه تو را میدیدی، ما در هر جا که رفتیم تو رو جلوتر از خودمان دیدیم، در همه مراحل حج تو بالاتر از ما بودی، برتر از ما بودی،
چرا اصلا با ما سخن نگفتی؟ چرا با ما همراه نشدی؟ گفت به خدا من نرفته بودم، به خدا من برگشتم از پیش رابعه و نرفتم، من حج نکردم، من در عمرم یک بار هم حج نرفتم. گفتن چه حرفیست؟ من اشتباه میکنم؟ 500 نفر، 1000 نفر از کاروانیان، آیا همه اینها اشتباه میکنن؟ تو آنجا بودی و خیلی هم زیبا بودی، هر جا که ما میرسیدیم میدیدیم تو آنجا هست. بعد دیگه سمت رابعه میگه رمزش رو به من بگو. میگوید آن پودی که دادی، پود رو دادم به فقرا، دادم همه رو به فقرای محل. به اینها گفتم، به اینها گفتم دعا کنید حج او قبول شود، و آن فقرا دعا کردن و حج تو مقبول ترین حج است. و قصه همین است که این آیا این کعبه گل رو ما سفارش داشته باشیم، آن کعبه گل رو بگردیم، یا آن کعبه دل رو. و البته این بسی عظیمتر است. دید پیری با قدی همچون هلال، که در او بود فر و شکوه و که در او بود فر و گفتار رجال. پیش او بنشست و میپرسید ها، نشست پیش حالش رو پرسید. یافتش درویش و هم صاحب عیال، دید هم بی پوله، هم که عیال و خانمان و فرزند زیادی داره که نمیرسه، وسع مالی ندارد. گفت عزم تو کجا ای بایزید؟ او گفت که کجا عزم کرده ای؟ گفت عزم تو کجا ای بایزید؟ رخت غربت را کجا خواهی کشید؟ به کجا میروی که غریبانه به کجا میروی؟ گفت قصد کعبه دارم از وله. اینجا پگه هم نوشته از پگاه، ولی جالبه که ما بگیم از وله، یعنی از بیخودی، واله بودن. گفت قصد کعبه دارم از وله. گفت هین با خود چه داری زاد راه؟ زاد راه و توشه راه چه داری؟ گفت دارم از درم نقره 200. 200 درم نقره دارم. تنگ بسته سخت بر گوشه ردیس، بر گوشه ردا سخت بستم و محکم کردم که دزدان نبرن و گم نکنم، تا اینکه بتوانم بروم و برگردم. گفت توفی کن بگردم 7 بار، 7 بار به دور من بچرخ. گفت توفی کن بگردم 7 بار، وان نکوتر از طواف حج شمار. وان درم ها پیش من نه ای جواد، دان که حج کردی و حاصل شد مراد. اون درم ها رو پیش من بذار، بدان که حجت مقبول است. عمره کردی عمر باقی یافتی، هم حج کردی و هم عمره کردی. عمره کردی عمر باقی یافتی، صاف گشتی بر صفا بشتافتی، بر صفای درون شتافتی و حرکت کردی. حق آن جانی که جانت دیده است، که مرا بر بیت خود بگزیده است. به حق آن جان، آن خدایی که روح تو آن خدا را دیده است، جانی که آن جان رو دیده است، که مرا بر بیت خود بگزیده است، مرا بر خانه خود گزیده است، برتری داده است. کعبه هر چندی که خانه بر اوست، خانه بر و نیکی اوست، کعبه هر چندی که خانه بر اوست، این دل من نیز خانه سر اوست. این دل من هم خانه سر حضرت حق تعالی است. آیا خانه بر ارزشش بیشتر از خانه سر؟ جایی که اسرار الوهی در آن است عظیم است، یا جایی که انسان‌های خوب در آنجا می‌روند؟ تا بکردن خانه را در بین نرفت، تا زمانی که، از زمانی که آن خانه را درست کرد خدا، کسی، خداوند در داخل آن خانه، در داخل کعبه نرفت. تا بکردن خانه را در بین نرفت، اندر این خانه بجز آن حی نرفت. اما در این خانه دل من جز آن حی قیوم کسی دیگری نیست، من به کسی دیگری اذن ورود به خانه دل رو ندادم. چون مرا دیدی خدا را دیده ای،
گرد کعبه صدق برگردیده ای. خدمت من طاعت و حمد خداست. اگر به من خدمت کنی، به من درویش، به من بی چیز، در آن صورت به خدا خدمت کردی. خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. چشم نیکو باز کن بر من نگر، چشمت رو خوب باز کن، نگاه کن به من، چشم نیکو باز کن بر من نگر، تا ببینی نور حق اندر بشر، ببینی که بشر چگونه میتواند حاوی انوار الوهی باشد. در بیان آن که هر کسی را قبله ایست که آن کعبه اوست. هر کس قبله ای دارد، هر کس قبله، هر کس تمنیات اوست و خواهش های اوست و امانی اوست و خواسته های اوست. برای اینکه یک کسی رو خوب بشناسیم، نبایستی اعمال او رو ببینیم که اعمال او چیست. باید دید که آرزوهای او چیست. برای اینکه بشناسیم چه کسی چگونه انسانی است، باید بدانیم آرزوهای او چیست. آرزوهای هر کس نشان دهنده شخصیت آن شخص است. ممکن است آرزو داشته باشد ولی نرسد، این مهم نیست، ولی آرزوهای شخص است که نشان دهنده شخصیت اصیل و کامل آن فرد است. چه آرزویی داریم؟ و خدا هم به آرزوها نگاه می کند. والله لا ينظر الى اعمالكم بل ينظر الى قلوبكم. خداوند به اعمال شما و افعال شما نگاه نمی کند، بلکه به دل شما نگاه می کند که ببیند نیت شما چه بوده است. چرا که انما الاعمال بالنیات، همه اعمال از نیات است. با نتیجه عمل کاری ندارد خداوند، با نیتی که داری کار دارد. آن نیت تو چیست؟ آن آرزوهایی که در این جهان داری چیست؟ اینها آرزوها هستند که انسانی رو متعالی می کند و یا انسانی رو بسیار پایین می آورد. غیر از این چیزی نیست. و عاشق صادق روی ارادت جز به جانب دوست نیارد. کسی که عاشق است جز به معشوق نگاه نمی کند و از هر جانب که نگرد جز او نبیند. فعینما تولو فثم وجه الله. پس هرگاه به هر طرف که روی کنید، تولی کنید، روی خود رو برگردانید. والله یولی، والله یعنی روی برگردان. قرآن فرمود که هر جا که روی برگردانید فثم وجه الله، ثم یعنی همانجا، فثم همانجا وجه الله هست. اینما تولو فثم وجه الله، هر جا که روی کنید آنجا خداوند است. درسته یک محل نمادینی در نظر گرفتن که میگوین به روی قبله باشید، به سوی قبله باشید، و خیلی هم زیباست و خیلی هم ممدوح و پسندیده است. اما چنین نیست. هر جا در شش جهت به هر جا که نگاه کنید خداوند آنجاست. لفظ صریح ملفوظ و منطوق صریح آیه شریف قرآن نیست. و الیه اشار المولوی، کعبه جبریل جانها سدره ای، کعبه عبدالبطون شد سفره ای. میگوید هر کسی کعبه ای دارد، کعبه جبریل جان سدره است، سدره المنتها. که جبریل جان کیست؟ سدره المنتها کجاست؟ در آخر آن عالم است و با پیغمبر در آنجا رفتن و عند سدره المنتها که در قرآن هم هست که پیغمبر با حضرت جبرئیل در منطقه سدره المنتها. سدره المنتها درختی است که در حقیقت آخر جهان است، از درخت‌های ملکوت است و زاویه ای است که به جبروت از آنجا گشوده می شود. این سدره المنتها رو دیدن و با هم بودن، و در قرآن هم آیه خاص او هست که فرمود که این سدره المنتها رو حضرت جبرئیل و پیامبر با هم بودن، و بعد از مدتی در مسئله معراج، تا سدره المنتها معراج بود و سپس اعراج بود که خداوند او رو بالا برد. تا دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، تا مقام قاب قوسین پیغمبر رو کشید. اخیرا یک روایتی می دیدم، نزدیک شد، فرمود که نزدیک شد خداوند به اندازه گوهرهایی که به یک رشته متصل شده است. اینقدر خداوند به
پیامبر به خداوند در شب معراج نزدیک شد. خیلی روایت زیبا و جالبی است. تأویل می‌بایست کرد و بسیار امر عظیمی است. منظور از این که این دانه‌های گوهری که به یک رشته کشیده شده است چیست و آیا اینقدر، یعنی خیلی نزدیکه دیگه، این دانه‌هایی که هست به کجا می‌زنند؟ به گردن می‌زنند، به دست می‌زنند، به نزدیکترین موقع و محلی که وجود دارد. یعنی آنقدر به خدا نزدیک شده است که فاصله او به اندازه فاصله گوهرهایی است که به در رشته کشیده شده است و بسیار زیباست و جالبه. کعبه جبریل جانها سدره ای، جبرائیل جانها، جبرائیل روحها، کعبه شون سدره است، چون از سدره المنتها است. فرشتگان به این کعبه که رو نمی کنن، به آن بیت المعموری که محاذات کعبه هست و در بالای کعبه هست به او ایمان می آورند، به او رو می کنن. ما که زمینی هستیم به این کعبه توجه می کنیم، فرشتگان به بیت المعمور توجه می کنند. کعبه شون اونجاست، کعبه جبریل جانها سدره ای، کعبه عبدالبتون شد سفره. عبدالبتون یعنی بنده بطن ها، بنده شکم. کسی که بنده شکم است و شکم خار است و بسیار خار است، او قبله اش کجاست؟ سفره است. هر جا که سفره ای ببیند رو به سمت آن سفره می آورد. قبله او سفره اوست. قبله عارف بود نور وصال. ببینید اولی مصرع ها کجاست، دومی مصرع ها، با هم خیلی فرق دارد. اولی کعبه جبریل جانها سدره ای، این طرف کعبه عبدالبتون شد سفره ای، باز این طرف قبله عارف بود نور وصال. نور وصال حضرت حق است قبله حقیقی. قبله یعنی چی؟ قبل یعنی مقابل، دوبار یعنی پشت سر انسان، یمین یسار فوق و تحت. خب قبل یعنی مقابل، آنجایی که انسان رو می کند. قبله یا قبله، قبله یعنی چیزی که انسان به سمت او رو می کند و توجه تام او و توجه کامل او به آن است. خب از جهت آناتومی خاص بدن انسان، چون ما چشممان و همه چیزمان مقابل ما هست، ما مقابل بودن رو به این شکل تعبیر می کنیم، یعنی سمت راست و سمت چپ و پشت سر ما و بالا و بالای سر و پایین پای ما جزء اون مواردی نیست که ما بهش توجه کنیم. اصلی ترین وجه و اصلی ترین توجیهی که هست و وجه ما به آن سمت است، از چهره ما به آن سمت است، اون محل اصلی عطف توجه ما رو نشان میدهد، محل اصلی دقت ما و عنایت ما رو نشان میدهد. رو کردن به چیزی به شکل مجاز چون این است که یعنی ما به آن توجه بیشتری داریم، همون قبله هست. به هر چی که انسان روی کند، قبله عارف بود نور وصال. عارف در انوار وصال است و رو به انوار وصال حضرت حق دارد. قبله عقل مفلسف شد خیال، عقلی که فلسفه بافی می کند، هی فلسفه می بافد، به جای این که بیاید و درک کند و از محضر معشوق و محبوب بهره ببرد، نشسته است و فلسفه بافی و خیال بافی می کند. نمی دانم وجود چه شد، واجب الوجود چه شد، نمی دانم این حیز است، حیز نیست، نمی دانم مکان چگونه است، زمان چگونه است. این در حقیقت متفلسفات و چیزهایی که فیلسوفان می بافند از پیش خود و هیچ کدام هم مبنای حقیقی کامل ندارند. قبله عقل مفلسف شد خیال. مولانا به اون قصه اشاره می کند، همه حتما شنیده اید، که کسی بعد از سالیان سال رفت و به حضور معشوق رسید، در کنار معشوق رسید و در روبروی معشوق اجازه وصال به او داد، مقابل او نشست و شروع کرد نامه هایی رو که از در سالهای فراق نوشته بود، این نامه ها رو هی بر می داشت و این نامه ها رو بر معشوق بر می خواند. آنقدر خواند از سوز دل و آتشی که دل او رو پر کرده است و این و اینها، آنقدر از این سخنان گفت که معشوق خسرش سر رفت. گفت خیلی آدم مثلا کم فکری هستی، کم عقلی هستی. خب من که خودم هستم، این نامه
چیست؟ این نامه که واسطه است، این واسطه رو برای چی به کار میبری؟ من خودم هستم، از کنار من لذت ببر، در کنار من باش، در حضور من باش، وجه خودت رو به من کن، قبلت من باشم، نه قبلت این کاغذ ها، این کاغذ پاره ها، قبلت من باشم، نه این چیزهایی که فلسفه بافی ها کردن، هزاران هزار کتاب نوشتن در اثبات وجود خدا. الله اینها رو درک کن، ببین چیست، ببین کیست، ببین در حضور معشوق چگونه باید او رو محترم و مغتنم بداری، بایستی ببینی که او چگونه هست و در صفات جلال و جمال او محو باش. یعنی چه؟ هی فلسفه بافی، هی سخن گفتن از این و آن. و البته قصه ادامه دارد در اونجا، مولانا حتما فرصت کردید بخوانید، که مولانا میگوید که تو قبلت این کاغذ های توست، قبله ات چیز دیگری است. و عاشق هم میگوید والله قبل از اینکه به تو برسم خیلی تو رو بزرگ کرده بودم در نظرم، بعد که حالا نگاه کردم تو رو دیدم، دیدم که نه چندان هم مثلا متفاوت نیستی با دیگران. گفت چون تو جبهه خیالات تو بوده است، از شکل آره، از معشوق خیالاتی برای خود بافته بودی، آنقدر وقتی کسی معشوقی رو نبیند آنقدر در صفات او زیاده روی میکند که آنقدر صفات او رو عظیم میکند، او رو آنقدر زیبا نشان میدهد، وقتی که دوباره آمد و آن تصویر ذهنی رو منطبق کرد بر تصویر واقعی و ظاهری، او رو با او متناقض خواهد دید. گفت تو بنده نامه های خود هستی، بنده عشق خود هستی، بنده عشق من نیستی، بنده معشوق نیستی، بنده عشقی هستی که با آن لذت ببری و با آن عشق خود حال و هوایی داشته باشی. و مولانا میگوید تو بنده حال خود هستی، بنده حال خود هستی. تو وقتی حال عاشقانه بیدان میکنه خیلی خوشت میاد، تو بنده آن هستی، مانند همان حال عارفانه ای که در نماز به کسی روی می کند و احساس می کند خیلی حال عاشقانه و عارفانه داشته است. این رو در مراتب بالا و در مقام های بالا این حال جلوگیرنده است. این در اوایل راه اشکالی ندارد که انسان نمازی می خواند، روزه می گیرد، حالش دگرگون می شود، این در اوایل راه هیچ اشکالی ندارد. اما بعد از اینکه در راه پیشرفت کرد، اینها سد راه او هست. او بنده حال خواهد شد، نه بنده حضرت حق. به حال خود بیشتر توجه خواهد کرد تا اینکه به او توجه کند. تمام وجودت رو مستحیل کن، تمامی افکارت رو از بین ببر و همه وجودت و همه افکارت در حضور آن معشوق ازل و ابد باشد. قبله عارف بود نور وصال، قبله عقل مفلسف، مفلسف یعنی فلسفه باف، مفلسف شد خیال، دنبال خیالات خود است، اوهام است. کعبه مردان حق اعمال نیک. خب مردان حق کعبه شون اعمال خوبشونه، به جای اینکه هی بر حالا اون واجبش به کنار، هی برن اون طرف، هی 50 بار 60 بار میره به حج، به جای اینکه چنین کند، کعبه مردان حق اعمال نیک. قبله نااهل جهل مردریگ. قبله انسان نااهل هم جهلی است که مردریگ است. مردریگ یعنی میراث، چون قدیم ها افرادی بودن که مرده ها رو با ریگ میشمردن و در شهرها معمولا چنین بود که وقتی در شهر کسی میمرد در کوزه‌ای بود و سرشماری به این شکل بود دیگه، در اونجا ریگ میریختن و ریگ رو بیرون میکردن و اینجوری تقریبا معلوم بود که چگونه بود. اون امور حسبی در اسلام هم، امور حسبی که از زمان عمر شروع شد، یک چنین ترتیباتی رو داده بود و اینها رو سرشماری میکردن در آن زمان. همین قصه هست که در اینجا اتفاق افتاد. مردریگ یعنی ریگی که مرده است و مرده ای که ریگی به خاطر او انداختن و در اونجا حساب، دقیقاً همون میراث مشروط شده به میراث. کعبه مردان حق اعمال نیک، قبله نااهل جهل مردریگ. قبله ای که نااهل دارد جهل مردریگ است، جهلی که به میراث گذاشته است. جا
جهل ارثیه دیگه، چنانچه علم ارثیه، چنانچه حال ارثیه، عشق هم ارثیه و اینها از پدر و پسر میرسد. البته هم پدر و پسر ظاهری، هم مادر و دختر ظاهری، هم باطنی که ممکن است کسی پدر معنوی داشته باشد و از او این ارث به او برسد، یا بالعکس هست. قبله طالب بود حس و خیال. کسی که طالب است قبلش حس است و خیالات است. قبله اهل هوا کفر و زلال. اونایی که اهل هوا و هوس هستن اونها هم قبلشون کفر و زلال و گمراهی است. قبله زاهد بود فیض نظر. زاهد قبلش فیض نظره، نظر حضرت حق تعالی به او و فیض او به خاطر اینه. زاهد زهد می‌ورزد، عبودیت می‌کند تا چه شود؟ تا فیض نظر حق تعالی به او جلب شود. قبله طامع بود همیان زر. کیسه زر هم قبله شخص طمعکار است. قبله صورت پرستان چوب و سنگ. آنهایی که به دنبال صورتند، بت پرستان، قبله صورت پرستان چوب و سنگ. قبله معنیوران صبر و درنگ. آنهایی که معنیورند به سمت معنی حرکت می کنند، معنیدار هست زندگیشان، آنها صبر و درنگ می کنند، صبر می کنند به آنچه که خدا به آنها داد. برای کاری عجله می کنند، عجله نمی کنند، به هیچ کاری اقدام نمی کنند و صبورند در بلایا و در همه چیز تا اینکه خداوند به آنها برسد. قبله ظاهر پرستان روی زن. آنها که ظاهر می پرستند اینها به چهره های زیبا قبلشون هست و زیبا پرست هستند. انسان های زیبا رو که می بینند به اونها رو می کنند. قبله باطن نشینان ظلمنند. کسانی که در باطن نشستن آنها قبلشان حضرت ظلمنت هست. ظلمنن کسی که صاحب منتهای فراوان است و منتی که خداوند بر ما نهاده است، منت وجود، منت ربوبیت، منت از همه مهمتر منت عشقی است که بر گردن همه ما نهاده است.